خب سلام به همه دوستان، با یک جلسه دیگه اومدیم بریم و ادامه جاوا اسکریپت فاندامنتال رو حل بکنیم. خب اینجا چالش بعدی که به ما داده میگه که یه فانکشن بنویسید، یه آرگومان A داره که استرینگ هست و میگه که در واقع اینجا ستای اول رو بیاد و به ما برگردونه. خب ما ستای آخر رو برگردوندیم، ستای اول هم حذف کردیم، حالا میخوایم ستای اول رو برگردونیم. میایم و اینجا اون کد مورد نظرمون رو مینویسیم. ستای اول رو میخوایم برگردونیم، چی کار کنیم؟ اگر منفی بذاریم از آخر، پس منفی نباید بذاریم. اگر مثبت بذاریم خب اولیا رو ایگنور میکنه. پس اینجا باید چی کار بکنیم؟ میتونیم از صفر شروع کنیم. بذارید من اسلایس صفر رو بنویسم ببینیم به ما چی برمیگردونه. همش رو میاد به ما برمیگردونه. حالا یه مقدار دوم هم میگیره. اینجا میبینید استارتش میگه از صفره و اندش هم میگه که در واقع میگه دو مقدار میگیره، استارت که نامبره و یه اند هم میتونید بهش بدید که باز اون هم نامبره. اندش قراره چی باشه؟ من 3 بهش میدم، خروجی ABC. و به همین راحتی ما اومدیم و در واقع با دو تا آرگومان این رو حل کردیم. و این رو اگر من بذارم میبینیم که کد ما درسته. خب بریم سراغ چالش بعدی. میگه که پوزیشن در واقع اینطوری بذارید من بهتون بگم، میگه که ما یه دونه ایز داریم، شما بیا و پوزیشنش رو مشخص کن. این ایز به ما بگو که ایندکسش از چند شروع میشه، یعنی اگر این ایندکس صفره، این یکه، این دوه، هر جا که ایز شروع شد بگو که در واقع از چند شروع شده، که این میشه 3 0 1 2 3 0 1 0 1 2 3. اینجا هم باز از 3 شروع میشه. خب اینجا خودش اومده گفته از متد ساب استرینگ میتونید استفاده کنید و ایندکس آف رو برگردونید. در واقع حالا این دوتا کلمه چون دوتا متد هستن، ناخودآگاه ذهن ما رو میبره سمت ساب استرینگ و ایندکس آف، که البته این سوال فقط با ایندکس آف قابل حل. اما بذارید در مورد ساب استرینگ هم یک توضیح بدم. اینجا کافیه که ما یک کنترل اف بزنیم و ساب استرینگ رو در واقع پیس بکنیم که نیومد چیزی. ساب استرینگ ببینیم متدهای استرینگ کجاست، که اینجا من می‌نویسم js. خب متد ساب استرینگ بسیار شبیه متد اسلایس. اینجا می‌بینیم که دقیقاً این هم یه استارت داره و یه اند داره که میاد میگیم از 1 تا 3 به ما برگردون. این که 0 موزیلا، این او میشه 1 و زد 2 که میاد 1 و 2 رو به ما برمیگردون. گفتم این آخری رو دیگه بر نمیگردونه. یا مثلا میگه که ساب استرینگ 2 اسلایس 2 بود که میگفتیم از 2 به بعد میاد و به ما نمایش میده و قبلی‌ها رو ایگنور میکنه. دقیقاً ساب استرینگ هم همین کارو انجام میده. و اینجا مثال‌های مختلفی برای زده شده. اما یه تفاوت داره ساب استرینگ با اسلایس، اینکه ساب استرینگ منفی نداره و این یکی از نقاط قوت اسلایسه. ساب استرینگ منفی نداره و ما به راحتی میتونیم با اسلایس منفی بیایم و از آخر کاراکترها رو جدا بکنیم. اینجا میبینیم که در واقع اینجا اومده که تفاوتشون هم گفته. یه تفاوت دیگه هم داره، اینکه اسلایس در اسلایس استارت نمیتونه بزرگتر از اند باشه، اما داخل ساب استرینگ استارت و اند اگر جابجا باشن مشکلی پیش نمیاد. الان فرض کنید که این اومده گفته از 2 تا 5، یعنی این استارت و اند اگر جابجا بشن تفاوتی نمیکنه و داخل اسلایس این مورد به هر حال درست نیست. پس دو تا تفاوت داشت، یکی اسلایس منفی داره ساب استرینگ نداره که اینجا گفته، و یکی هم اینه که داخل اسلایس استارت نباید بزرگتر از اند باشه، استارت نباید بزرگتر از اند باشه. خب این هم از متد ساب استرینگ. حالا بریم و این چالش رو با هم حل بکنیم. در واقع متد ایندکس آف هم بذارید من توضیح بدم. ایندکس آف جی اس اینجا هم میبینیم مثال‌های مختلفی زده. میگیم که اگر یه آرایه است که ما داریم به این صورت، حالا اومدیم یه مقدار رو بهش دادیم، فرض کنید این ایزه، میاد و میگه ایندکس آفش کدومه. این صفر انت و اینجا هم میبینیم که این مقدار 1 و خروجی 1 رو به ما برمیگردونه. حالا این کار رو ما دقیقا داخل استرینگ هم میتونیم انجام بدیم. خب حالا کافیه که بیایم و از ایندکس آف استفاده کنیم. حالا من این رو مثلا همین پاریس رو میام و قرار میدم براش، چون میخوایم متد ایز رو در واقع استرینگ ایز رو چک بکنیم. و اینجا میام و از ایندکس آف استفاده میکنم
و خیلی راحت جواب به من برگشت داده میشه. میبینید که از 3 میاد و شروع میکنه. خب حالا من این رو کپی میکنم و اینجا قرار میدم. دیدی که این چالش هم حل شد. میرون سراغ چالش بعدی، میگه که در واقع بیا شما و نصف این استرینگی که به شما دادم رو به من برگردون، نصفه اولش رو، یعنی اگر 1 2 3 4 1 2 رو بیا به من برگردون. خب این هم ما میتونیم هم از متد ساب استرینگ استفاده کنیم، هم از متد اسلایس استفاده کنیم. حالا من اینجا همون اسلایس رو مینویسم. میخوایم این رو از 0 شروع کنیم، استارتش میشه 0، تا کجا؟ تا نصفش. نصفش رو چطور ما باید به دست بیاریم؟ یه دونه ما پراپرتی دات لنس داریم که این دات لنس میاد و طول در واقع این استرینگ یا آرای ما رو مشخص میکنه، که الان طولش فرض کنید من این رو بذارم 1 2 3 4 5 6، 6 تاه و میایم حالا تقسیم بر 2ش میکنیم که میشه 3 تا. پس در واقع الان ما اومدیم از 0 تا 3 این رو محاسبه کردیم. حالا اگر خروجی رو بگیریم میبینیم که 1 2 3 رو به ما برمیگردونه و این هم میشه جواب این سوال. حالا اگر به جای اسلایس از ساب استرینگ استفاده کنیم چه اتفاقی میفته؟ یه نکته هم بگم، این 3 تا متد رو که میبینید اینا دپریکیت شدن و در واقع نباید از اینها استفاده کنید و در نسخه الان جدیدن در جاوا اسکریپت در به جای این 3 تا ما بعد از ساب استرینگ استفاده کنیم. خب من این رو اجرا بکنم میبینیم که با هم هیچ تفاوتی نداشتن و حالا اگر من این رو بیام و داخل جواب بذارم، این جواب هم برای من اوکی خواهد بود. فقط این که اینجا ببینیم مشکل نداره، اوکیه. و اینجا ببینیم که اومده از اسلایس استفاده کرده خودش، اما خب گفتم هیچ تفاوتی نداره. خب بریم برای چالش بعدی. میگه که در واقع شما بیا و 3 کاراکتر آخر رو حذف کن. ببینید ما 3 کاراکتر آخر رو برگردوندیم، از یک کاراکتر به بعد رو نمایش دادیم، از یک کاراکتر به قبل رو هم نمایش دادیم. الان میاد میگه که ستای آخر رو فقط برای من حذف بکن. به این صورت این ستا رو حذف کن، این ستا رو حذف بکن. خب دوباره ذهن ما میره سمت متد اسلایس و میگیم که آخر رو برای ما حذف کن، 3 کاراکتر آخر. این رو ما چطوری بخوایم نمایش بدیم؟ باید از 0 شروع شه تا طول آرای منهای 3، یعنی اینطوری a dot length منهای 3، چون در واقع خودش اومده گفته من 3 تای آخر رو دیگه نمیخوام. از 0 شروع شد تا اینکه 3 تای آخر رو نمایش ند. اینو من اگر اجرا کنم میبینیم که 3 تای آخر رو به من نمایش نمیدن. اگر اینو من بذارم به این صورت، این کد من به درستی داره کار میکنه. خب من اگر کد رو اجرا بکنم، کد برای من اوکی خواهد بود و در واقع خیلی ساده است. یه مقدار فکر کنید به راحتی میتونید این موضوع رو شما حل بکنید. این هم از چالش بعدی. حالا یه چالش دیگه هست، تایم ویدیو تقریبا به 10 دقیقه رسید، به نظرم برای این جلسه هم کافیه، تونستیم 10 تا چالش حل بکنیم در مجموع و ان شاءالله جلسات بعدی ما چالش های بیشتری رو هم حل خواهیم کرد. خدا نگهدار.